نخستین چهار پل متقاطع غرب آفریقا یکی از بزرگترین پروژه‌های سازه‌ای است که با سرمایه بانک توسعه آفریقا اجرا شده است. این نهاد اخیراً اجلاس سالانه خود را در آکرا، پایتخت غنا برگزار کرد. تصمیم‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و راهبردهایی که توسعه زیرساخت‌ها تطبیق با ضرورت‌های تغییرات اقلیمی و تقویت جوامع محلی عملی می‌کنند، در اجلاس‌های از این دست تصویب می‌شوند. پل متقاطع پوکوز یکی از این موارد است. مرکز همایش‌های بین‌المللی آکرا میزبان اجلاس سالانه بانک توسعه آفریقا است، جایی که در آن درباره راه‌های توسعه با وجود کووید و تورم جهانی بحث می‌شود. این بانک به همراه دولت با یک سرمایه گذاری تقریباً 84 میلیون دلاری برای حل معضل ترافیک و دیگر چالش‌های ناشی از آن وارد عمل شد. این پل متقاطع به ویژه در جاده 6 گنجایش 50,000 خودرو در روز را دارد و شمار تصادف‌های جاده‌ای را به شدت کاهش می‌دهد و همچنین امکان تردد را بهبود می‌بخشد. من در اینجا درباره این پل و دوربرگردان‌های جاده‌های محلی صحبت می‌کنم. این پروژه همچنین تعمیر 10 کیلومتر جاده محلی و حمایت از ساکنان اطراف پل پوکوز را در دستور کار دارد. حدود 12,000 کودک دانش آموز مهارت‌های فناوری ارتباطات را آموختند. همچنین گروه‌های زنان محلی دوره‌های آموزشی را در چارچوب همین پروژه گذراندند. Formally, we have the building. Is incompleted. قبلاً ساختمانی نیمه کاره با آشپزخانه ناتمام داشتیم. The dryer. و دستگاه خشک‌کننده گل هم نداشتیم. ولی بانک توسعه در طرح مجمع شهری غرب غنا به کمک ما آمد و کل ساختمان را نوسازی کرد. همزمان در همین اجلاس شرکای خارجی توسعه آفریقا نظیر نروژ را داریم که سالها با بسیاری از کشورهای منطقه همکاری کرده است. بانک توسعه و اتحادیه آفریقا خواهان تجربه انرژی‌های پاک و اقتصاد آبی کشورهای شمال اروپا هستند. همزمان نماینده دولت نروژ میگوید اسلو می‌خواهد تا از برنامه‌های امنیت غذایی کشورهای آفریقایی حمایت کند. کار مستقیم با کشورها و همچنین بانک توسعه آفریقا برای توسعه تولید محلی مواد غذایی، حمایت از کشاورزان محلی برای تأمین غذای خودشان و ذخیره و حتی فروش مواد خوراکی از اولویت‌های جدی ماست. در اجلاس سالانه بانک توسعه آفریقا این نهال با همکاری سازمان‌های نظیر مرکز هماهنگی جهانی 25 میلیارد دلار برای تسریع برنامه هماهنگی با تغییرات اقلیمی تصویب کرد. هدف حمایت از 30 میلیون کشاورز محلی است. آفریقا باید تصمیم بگیرد، یا عقب میماند و هزینه میدهد، یا با برنامه ریزی رفاه بیشتری برمغان میآورد. نیروی جوان برای رقابتی کردن اقتصاد حیاتی است. خلق مشاغل مناسب، سبز و با دستمزد خوب برای ما مهم است. همزمان با طرح احداث پل متقاطع پوکوز، بانک توسعه همچنین برنامه سرمایه گذاری ساوانا را با موفقیت پیش برد. این برنامه میزان تولید کشاورزان شمال غنا را بیش از 350 هزار تن افزایش داد. همین پروژه تولید مرغ و ماکیان را هم بیشتر کرده. مرغداری ها به ذرت و سویا نیاز دارند. سرمایه گذاری ساوانا تولید این دو محصول را از 2 تن در هکتار به 6.25 تن افزایش داد. ما این فناوری ها را گرفتیم و به کشاورزان نشان دادیم. همچنین مکانیزه کردن ابزار را هم حمایت کردیم. اراضی زیر کش را از 80 هکتار در سال 2018 به 16 هزار هکتار رساندیم. ساخت پل متقاطع و برنامه ساوانا هم تردد جاده‌ای و هم بهره‌وری بخش کشاورزی را بهبود بخشیده. همچنین و با توجه به تعهد رهبران آفریقا به برنامه تسریع گذار زیست محیطی، انتظار می‌رود برنامه‌های از این دست به زودی در دیگر کشورها هم اجرا شود.